اني شغل بكار ميديا كار ناميدا يا قبلا كار ميديا يا آل كار ميديا يا ناميدا فعلا مثلا سينا برخ ماندي عمليات كار سينا برخ ماندي و الان شغل يا كيرت او اصلا يا اور عمليات كاري دين يا فاميل يك بچه كي سيكس باك دارا ولی بینی چوشه دارا ولی يك بچه كي چا غصت ولی بینی کلان دارا کنم شد انتخاب میکنی بچه سیفایش رو چا خب تو بگ نامن تو بگ نامن که دابا از پیش زنت آمده باشی از پیش شویت آمده باشی و تا یک چیز دارم کم شرف دارا کلان نازیسم دختر قاندل شیری انسانی که یکم رفتارش خوب نمی سلام جانوا خوب هستین جاش مجال سلامتین خوش آمدین در برنامه چای با نجیب قسمی که خبر دارید برنامه زیاد وقت مجال نکردم فاینالی دیبا جان و شکیلا جان آماده شدن که در مورد زندگی خود معلومات بدین و سوالات داشته باشین جواب بدین دیگه پیش که ما سوالات شروع کنیم میریم یک بیوگرافی کتا میبینیم که دیبا جان و شکیلا جان در انتهای چی کاره انجام دادن شکیلا جان یک مدل است آرایشگر است و همچنین میکاپ آرتیست است نام خدا نظر نشویم واو بیشار شوی افغانستان زیاد شد حالا برتان زن شار میرخصم دیبا جان همچنین یک بازیگر است کومیدین است و همچنین یک اکتیویست است یعنی برای همچنین گرام میجنگم واو بسیار خوب خب شروع میکنیم دیبا جان و شکیلا جان خوش آمدید در برنامه چای با نجیب یک سلام گرم خدمت خودت نجیب جان، خدمت دیبا جان خان، خدمت فالوورایت و خدمت علاقمندایت، خدمت کسایی که حمایت میکنه، خوش باشی نجیب جان خان. تشکر، با خوش آمد دیبا جان خود. درود بر همه شما عزیزا، دیبا هستم و برنامه رو به خیر میبینیم. تشکر از نجیب جان که دعوت کردن. خواهش میکنم. خب شما انتظار نمیمانیم سوالتا شروع میکنیم. خب شکیلا جان خود از کجا هستی و فعلا کجا زندگی میکنی و چند ساله هستی؟ نجیب جان خان خودم از افغانستان از کابل از چاردی هستم فعلا مدت 6 سال است در جرمنی زندگی میکنم سندم دیگه 24-25 بسیار خوب و خواهی دارمان چی وظیفه داری جانکه؟ خودم فعلا از نجیب جان خان در آرایشگاه کار میکنم مدت 3 سال است در آرایشگاه کار میکنم واو بسیار خوب خب دیبا جان خودت از کجای افغانستان هستی و فعلا کجا زندگی میکنی و چند سال هستی؟ من از ولایت سنچارل هستم اما مهاجرت کردیم در ایران چند سالی میشه که در جرمنی آمدیم من همیشه خود من 19 سال آمدیم بسیار خوب چی وظیفه داری خواهد جگر کنیم در چی کار میکنیم چی وظیفه داری؟ من یک اکتیویست هستم فعال اجتماعی و با گروه های رنگین کمانی که در شهر آمبورگ هستن و در دیگه شهرها با اون همکاری داریم مهاجران رنگین کمانی که میگم این بخش باز کنم مثل افراد همجنسگرا ترانسکشوال ها ترانسجندر ها که میاین در شهر آمبورگ که بیان ما اینا را راهنمایی میکنیم و کاراشان را به پیش میبریم واو بسیار خوب خب جان واقعا یک معلومات به شما بدم قسمی که خبر دارین که ما هم شکیلا جان هم از قوم LGBTQ یعنی از قوم همجنسگرا و لیزبیان و ترنس هستن و همچنین دیبا جان امروز میخوایم بفهمیم که ترنس چی است دو جنسیت چی است لیزبیان چی است خب شکیلا جان خواهش رو میکنم خودت لیزبیان هستی دو جنسیت هستی ترنس هستی کم کم معلومات بده دو جنسیت و ترنس یعنی چی؟ من خودم نجیب جان خان ترنس جندر باشم به مورد دو جنسیت یا ترنس دو جنسیت که هست او دو ساله امود تک آلت که هست دمو آلت باشه بعض وقتا فیشن کنه بعض وقتا دالت نورمال باشه مثل یک پسر در بیرون بگرده یا داخل خانه ترنس جندر که هستم مثل یک دختر خانم دوست داره همیشه بدون آرایش از خاله نام برایه دوست داره همیشه مثل یک دختر باشه تغییر جنسیت بده هم هورمون بخوره هورمون استفاده کنه پیش دکتر بره عمل کنه بعض چیزایی چیزی که هست اصلا دوست نداره در اینه که خاله میبینه همیشه جگرخون میشه میگه که چون من یک چیز عالی دارم از او بسیار خسته کننده است برش بسیار اذیتش میکنه اوکی بسیار یه چیز میخوام نگفتن اما نه خودت بیشتر گفتی که نورمال مثل بچه هاری نورمال عملگی هستن من نورمال هستم خودت نورمال هستی yeah. دیبا جان نورمال هستم و دو میشه یعنی مطلب شد که خودت یک ترانس هستی یعنی قبل از دو یک ترانس جندر هستی یعنی قبلا خودت یک بچه بودی بله. یک مرد بودی الان فعلا عملیات کردی خودت یک زن شدی یا yeah. قبلا پیش از که من در افغانستان بودم اصلا نمیفهمیدم ترانس چیز با شوال چیز اصلا در افغانستان هیچ چیز نیست تا بردم
هیچی داره ایت نمیفهمه، ایت درد نداره، نمیگن وقتی کسی که هر یک کمی یک پسری که لباس و دخترانه بپوشه یا لک سیرین بزنه و او بسیار تمسخر میکنه، نمیتونه در بیرون گشته با او میگن با کلمات بعدی که استفاده میکنن و مخاطر بخاطر کسایی که در افغانستان هست اصلا از طبقه ما که در افغانستان بودن ما خودم که بودیم اصلا در افغانستان خود ما نمیشناختیم. بله. وقتی که در اینجا آمدیم باز خود شناختیم، تخنسا رو دیدیم، لزبیانا رو دیدیم، از قبرکی خود ما که دیدیم باز خود شناختیم که آیا چنان وجود داره که آدم میتونه خود تغییر بده، مثلا آلی تنظریش از بین ببره، سینه بشانه، موی دراز بانه، عمل کنه. یا بسیار خوب. یعنی مطلبش هست که خودت یک مرد بودی، یک بچه بودی خودت و مثلا یعنی چول داشتی یا میتونم بگم کیر داشتی قبلا و فعلا مثلا سینه برخ ماندی، عملیات که سینه برخ ماندی و الان چول یا کیرت او است یا او عملیات کردی. ما بچه واضح کم میتونم خاطر دیگه تا بفهمن. ما بسیار مردم داریم که واقعا مکتب نرفتن و ما زیاد کتاب واسه زیاد کسی آمدن گفتن که آلت تناسلی مرد یا زن یا پا گفتن کسی نمیفهمه که چی هستا و ما واضح میم که واضح بفهمن و فاینالی بفهمن که چی به چی هست و خود یعنی علی مثلا پایین تا یا چولتا عملیات کردی پس کردی یا نکردی؟ نه نجیب خان، من خودم تا مدت 6 ساله یا 7 ساله که بودم نمیفهمیدم بین فرق یا بچه یا دختر چی. من فکر میکردم همه گی ما یکی هستیم، من اصلا نمیفهمیدم. بعد از 7 ساله 8 ساله که فهمیدم، بعد از وقتی درک کردم، اما فعلا عمل نکردم، منتظر هستم و نوبت هستم تا نوبتم برسه. اوکی، یعنی تا پایین تا چولتا عملیات نکردی چولتنی هستا و یعنی چولت کار میده کار نمیده؟ یا قبلا کار میداد یا آلی کار میداد یا نمیداد؟ نه، کار نمیداد. قبلا کار میداد؟ قبلا هم کار میداد، اما دوست نداشتم از استفاده کنم یا کار بگیرم. مثلا ایت نمیتونستم مثل گوشت زیادی مثل یک گوشت صافی که در وجود آدم باشه. همیشه وقت که داینا میرفتم یا ما میکردم بسیار خسته کننده میبود برمیرتم آیا چی هست در یک گوشت اضافه هست در بدنم، یک چیز مثل گوشت اضافی که هیچ به درد نمیخورد و یک چیز. بخواید از مرد خوشت میایم؟ بله. واو، بسیار جالب. خب دیبا جان، خودت چطور؟ خودت یک مرد هستی، ترانس هستی، زک هستی، دو جنس هستی، خودت چی هستی دیبا جان؟ من ترانس هستم عزیز جان و بچه هم متولد شدیم. من خیلی خوش بودم که عملیات کنم، ایش وقت من خوش نداشتم که در جسم یک پسر باشم، اما با مرور زمان که گذشت من تحقیقات کردم خودم و از تجربه که از دوستای ترانس هم دارم، اونا زیاد خوشایند نبود که عملیات برشان کردن و دکتری هم که ما داشتم گفت در مملکت جرمنی هستی، نیازمندی نیست که خودت در قالب یک پسر یا دختر حتما باشی، همین چیزی که هستی تو میتونی با میکاپ کردن خودت را یک دختر ببینی، مهم اون نیست که در اون مبین چی داری، این انسان ها هستن که جنسیت ها را تقسیم کردن. اوکی، یعنی مطلب چیست خواهی تو مثل شکیل جان یک مرد بودی یا بچه بودی و هنوز هم یک بچه از لحاظ جنسی هست. اوکی، و چولت کار میداد کار نمیداد یا کار میکنه؟ این نجیبی رو نپرست. خب چول کار میده و همه کار میده. یک باور بسیار غلط هست و این مردم فکر میکنن که کسی که بچه است و زنانه پوشی میکنه او شهوت نداره، او میل جنسی نداره، این کاملا غلط است، به جز در یک موارد بسیار کم. ما هم مثل همه انسان ها، مثل همه زن ها و مردای دیگه میل جنسی داریم، رابطه جنسی داریم و میتونیم که به ارگاسم و لذت جنسی برسیم. این نیست که ما یک چیز ناقص باشیم، باور غلط در بین مردم است. یعنی کار میده کار نمیده؟ یا کار. خب بیرین جانو ها چقدر جالب نی؟ شکیلا جان هم تک ترانس هستن و دیوا جان یک ترانس هستن. شکیلا جان عملیات کردن ولی قبلا چولش کار نمیداد و از دیوا جان کار میده و این مطلبش هست که این انسان ها یا بین هم جنسگرا و دو جنسگرا یا ترانس ها هم تفاوت زیاد وجود داره، آدم نمیتونه همگی داخل یک دیگ بندازه. و دیوا جان خودت فعلا در جرمنی فکر ترانس زندگی میکنی نی؟ و امری فامیل کانتاکت داری یا با چه فامیل گفتی که خودت مثلا ترانس سکسوال هستی؟ دوران طفولیت هنگی میدونستن یک فرق هایی را که من با بقیه پسرها یا دخترها دارم و چون در اون مملکت های شرقی ماها تابو هستیم، ممنوع هستیم، پود میکنن که نی من مدت زیادی نمیشد که کلمات را مثل ترانس و همجنسگرا و اینا را فهمیدم. یعنی فامیلیت فهمیدن و قبولیت کردن؟ فامیلم یا فامیلم قبول کردن.
خب شکیلا جان، خودت فامیل خودت قبول کردن نکردن؟ روی فامیل کنتکت داری نداری؟ نجیب جان قند خودت میفهمی در جامعه ای ما در مردم افغانستان به هیچ صورت قبول ندارن، به هیچ دلیل قبول ندارن. هر چیزی که پیش کنی قبول نمیکنن، میگن که این یک مریضی است، یک چیزی است که باید تو پیش دکتر بری، باید این مریضی از جاتون گم شوه. قبول نمیکنن، اما بازم مجبور هستن قبول کنن. فعلا مشکل ندارن یا قبول، فعلا قبول کنن. اوکی بسیار خوب. و اوکی بسیار خوب. داستان زندگی خود که خود دیوا جان در افغانستان بودی قبلا؟ بله، من افغانستان به ایران زندگی کردم. و خودم شکیلا جان فکر کنم در افغانستان کار شده خود. بله، من در افغانستان بودم. بسیار خوب. و داستان زندگی افغانستان رو مقایسه کنید، وقتی که شما خود به همجنس کار بودین و شاید مردم شما به رفتار کردار شما میشناخت که مثلا شما ترانس هستین یا دو جنس هستین یا همجنس کار هستین، و چی همی بود مردم شما چه رویه میکرد؟ آیا سر شما تجاوز یا کدام اتفاق افتاده بر شما؟ شکیلا جان. بله نجیب جان، یک بار نی، دو بار نی، سه بار، چهار بار تجاوز شده. خب شکل جان، خود به یک مرد علاقه داری. خب چی فهم میکرد که خود مرد بیامره خود تجاوز کنه؟ خب برای خود یعنی لذت نمیبودی تا تجاوز میکرد؟ ببین هستم اون در اونجا که بود ما خار بودیم مثلا 14 ساله یا 15 ساله در افغانستان، تا که 18 ساله یا 17 ساله نشی اتما اید نمیفهمی که چیز او چیز. وقتی که خود بودی درست بود، اس داشتیم، ما بچه اس داشتم، از بسر خوشم میامد، اما من نمیفهمیدم که کارا میشه با نفره. فکر میکردم که تنها دوز داشتن هست، اس داشتن هست، اما من فکر نمیکردم که یک ایالت هم صورت میگیرم. اوکی، یعنی مثلا خب او تجارت که وقت بر خواهد اتفاق افتیده، آل ایمول بر خواهد چی منفی ها برد مانده؟ او تجارت که قبلا برد یا خاطر بد گذاشتم؟ خاطری بعدی که داشته ترس بوده، یکانه چیزش که بوده ترس بوده. ما همیشه وقت ترسیدیم از پسرا، آدم از بچه ها میترسه. یک ترس با وجود میه، یک مثال یک کس رو میبینی با یک حالت خرابی، یک با یک نشه میباشه یا یک چیز میباشه، یا به صدایی که گپ میزنه با تو یا با لجی که گپ میزنه، همون روزا در یادت میه که میگی بازو کار تکرار نشه، های او آی کاش گروز دیگه نبیایه. این سوله من چیزی که نگفتن هم مانه جان و عزت کسا میگن اوکی اینا خب مثلا ترانس هستن، خب بعد بچه خوششان میایه، خب چی فرق میکنه بچه همشن سکس میکنه یا تجاوز میکنه؟ تجاوز تا سکس که آدم میخواه او فرق داره. تجاوز واسه که ذهنت از لحاظ دینی از لحاظ روحی آماده نیستی و او امرت تو کار انجام میده، یعنی بدن تو آماده نیست و تو مثلا فکر مثلا یک قلف هستا، قلف داری میزنی میشکنانیش، وقتی کلیش باشه راحت باز میزنی، ولی شما قلف مثلا میشکنن و این برخلاف روی انسان کار میکنه، برخلاف بدن آدمان نیست و کار میکنه. تجاوز تا سکی آدی به این فرقش هست و این باید بفهمین. و حتی عزت کسی هستن که در جایی که میرن پیسه میگیرن، وقتی که مثلا دستشون در دورم کار انجام بدی بکنی، برویشن تحصیل میمانه تا که مثلا راحت بیان بشن گفت بزنید بیان پیسه برد میدن بیان کار انجام بدن. یعنی تجاوز تا سکس دادی بسیار فرق داره. از دنیا که بچه مقبول باشه، نه شکلی چون قبلا در موردی ما شکلی جان گفت زدیم که در دنیا بچه مقبول هم باشه، دنیا که مثلا دوستش داشته باشه، وقتی بیان مثلا به تجاوز کنه، تجاوز داری که بزدور بیان به تو کار بکنه و ای خوب نیست، ای بر روی انسان تاثیر میمانه. خب دیبا جان، خود چطور در ایران و افغانستان تجاوز شده نشده؟ من میتونم به جرات بگم که اکثر افرادی که مثل ما هستن، من بعد از تجربه شخصی خودم میگم، تجاوز صورت گرفته و هیچگاه در مملکت ها یعنی رابطه های عاشقانه، رابطه های دوستانه به میل نبوده، کاش به اجبار بوده و اینم اجبار آخر به تجاوز ختم شده و خاطرات کاملا ناخوشایند رو فکر میکنم تا آخر عمرم رو انسان میباشه که تو یک کابوس میمانی، نمیتونی فراموش کنی، همیشه در ذهنت میباشه. اما خب باید آدم به پیش بره. و و دیو جا خود فیلن فکرم پیشتر گفتی خود ایچ ها عملیات نکردی بدن خودتا، یعنی سینه مینه بر خود نشوندی؟ من نیه سینه، عمل سینه یا عمل تطبیق و جنسیت را انجام ندادم. شاید یک زمانی به یک روش بسیار خوبی که دنیای پزشکا اگه او را اختراع کنن که من ضرر کمتری جانم ببینه انجام میدم، چون همشه اگر روزو بوده که من در بدن یک دختر زندگی کنم. اوکی، و شکلی جان خود عملیات سینه کردی و چی تفاوت های در زندگی خود آمد که سینه ماندی و قبل سینه نداشتی؟ یعنی نجیب جان قند، از وقتی که عمل کردم بسیار تغییرات زیادتر میبینم، داینک خودم میبینم مثل یک دختر نرمال خودم میبینم سینه دارم، بسیار خیلی خوش هستم،
خیلی راضی هستم، بسیار خوش آمد. یعنی تو خود دوست داشتی همیشه یک دختر باشی، یک زن باشی و ای آلی آرزوی باور داشت و خوش هستی خود داینا میبینی و قبلا که سیگار نداشتی آرکت بسیار خراب داشتی، یعنی فکر میکردی که مثلا دکچیل در وجود تو کم هست نه؟ یا نجیب جان قبل وقتی کسی نداشت فکر میکردم در وجودم یک اعضای بدنم کم هست. وقتی که عمل کردم فکر کردم اعضای بدنم یک اعضای بدنم دیگه ایمام دوباره آوردم به دست آوردم. آفرین. وقتی که یک بچه میخواد که تطبیق جنسیت به دختر شه، یک دختر که میخواد بچه شه، این به آسانی صورت نمیگیره و مثل میمونه که تو یک موتر مثلا کرولا را بگیری تبدیل به بنز کنی یا بالعکسش انجام بدی. عوارض 100% برای جسم، برای روح، برای روان داره. و من گفتم یک دکتر بسیار مهربان، یک خانم آلمانی بود و من زیاد گپ زد و گفت تو اقدر مشکلات و رنج های در زندگی بوده، حتی در می جامعه فعلی اروپا هست داری که تو دوباره اگه بخوای این کار انجام بده یک خسارت دیگه میکنی از لحاظ سلامتی جسمی. و من استوب کردم. اما دیبا جان خود من متوجه شدم خود البته من دیدم شنو خود کمک سینم داری نسبت به یک مرد دیگه، خود سینت کلامتر هست. من 2 سال قبل که در منی روان پزشکی برای کار تطبیق جنسیتم که خیلی مصر بودم که انجام بتون میرفتم، اونا گفتن که من انترسکسوال هستم، به این معنا که وقتی یک طفل میخواد تشکیل شده در رحم مادر قبلش باید کروموزوم ها و امو چیزا باید طبق یک قانونی یک تا چند مثلا بچه میشه یک تا چند دختر. اما من یک چیز بین اینا آمده، میفهمی کشف تو فهمیدی بدون اینکه من به تو قصه کرده باشم دیگه حتما نشده. بله من فهمیدم. من تو میشه که مثلا وقتی مثلا اینقدر کموزوم که داشته باشین زیادتر یا کمتر و دختر یا مرد میشه و دیوچان در بین دوتا هست، یعنی بین جنس گفته میشه تقریبا به کلمه فارسی اگه بگیم. اوکی اوکی. و یکی دیگه میخوام دیبا بگم، من خودت ویدیو خودت دیدم زیادتر از کامنتار من دیدم که دیبا فکر کنم دیبا جان یک بچه 8 ساله است. خودت مثلا خودت ما خیلی شخصی خیلی دیبا جان من شهار تاسلو خیلی قصه میکنم گفت مثلا دیبا جان ماشای تجربه بسیار تا تاسلا و واقعا مثل یک دکتر میمونی دیبا جان خودت. اما چرا ویدیو خودت خودت بسیار یعنی کم بجرات یا بجرات نمیتونم بگم به تجربه خودت نشان میدی یا خودت رشخن میکنی رشخن بگم به طبان افعالی میشن رشخن میگن یا تمسخر. من شاید اون تو معلوم شد شاید او از روح درونم میمانه که از روانم میمانه که من هنوز یک کودک هستم، سعی است که سنم بالا رفته و جوان هستم. اما من هیچ وقت زندگی را در اون ساعتش که باید در اون سن که باید زندگی میکردم نکردم. از این منظر شاید دیگران مرا یک کودک میبینن. یعنی من چند وقت پیشم البته با یک دکتر بودم شب میدم در موردی دکتر از لبخانه ما در خوردی خود لذت نبردن. وقتی که مثلا 6 ساله 7 ساله میشد انتظار فامیل بر خودش زیاد بود که تو باید کلان شید، تو باید چی کلان خانه هستی، تو باید این کار بکنی کار بکنی، باید تو یک مسئولیت هم میداد و او بچه 10 ساله و 11 ساله نمیتونست که مثلا کودکی خود لذت ببره و بازی کنه و چی کنه. و وقتی کلان میشه و این پس بر میگردن، وقتی میگم مردا اگه دیده باشین 25 سال 26 سال مردا هستن ببینیم مثل بچه خود ولی هستن، او نیست بچه خود ولی او خودش میخواد بچه خود بار باشه تا میخواد که خوردی خود لذت ببره. و این ما متوجه شدم و این ما قبول دارم. خب شکیلا جان خودت فعلا گفتی در کجا کار میکنی؟ در آرشگاه. آرشگاه چه غمی هستن باید مردم در آرشگاه خود میایی؟ مثلا مردم چی میگن؟ چه ریاکشنشن؟ چی هست وقت خود گپ میزنی؟ چون مردم میشه وقتی گپ میزنی یا که وقتی آدم میخواد یک مکه سلامتی بکنم میفهم که خود یک زن نیست یک ترانس هستی و ریاکشنشن چی غمی هستن؟ آیا امروی خود چه غمی روی رفتار میکنن؟ نجیب جان قل در آرشگاه ما کار میکنم همیشان کدام مشکل ندارن. مشتری های ما بخاطر که ما 30 سال میشه در اونجا کار میکنم همشان رفتار بسیار نیک میکنن، همشان احترام میکنن، مشتری هم بسیار انسان های خوب هستن، همشان اکسپت میکنن. اولی که نو رفته بودم، نو که میخواستم در اونجا کار کنم، بعضی مشکلات ها بود، بعضی مشتری ها بود، مثال یک رقم میشدن میگفتن چه قسم هست، بس پسان برشان عادی شد. وقتی که مدت 30 سال در اونجا کار میکنم، رئیسم که یعنی باستاب که به زبان آلمانی شیفم بسیار دوستم داره، از من حمایت میکنه، همیشه وقت کمک میکنه، در هر چیزی که باشم، در هر مشکلی که باشم همیشه وقت از من کمک کرده، همیشه وقت مرا
در رای که گفته استی در مورد انتخاب کو بسیار ازش خود دوست ما بسیار دو خوش دارمش بسیار امایت هم میکنم بسیار بسیار خوب. یه یعنی چیزی هم میخوام بگفتنم آنه که ذات از افغانه ما اصلا که هم جنسگرا و ترنسا و لیزبیان رو بسیار یک چیز بسیار مردار میبینن، یک چشم بسیار چتل میبینن و من میخوام برشما بگم که جان و به نظر ما این خانواده از شما کار پاکتر و تمیزتر و بسیار دلای پاک دارن و ما بگم مثل یک فرشته اینا میمانن جان و اگر شما خش بیشنن در این ویدیو و در این گپا خطا نره که مثلا در این سوچان میده که من خنده و مذاق میکنن، یک تمثیل است، یک بازیگری است، یک چیز که با خنده خنده شما کسی مثلا خنده کنه لذت ببرن و خوش باشه در زندگی بدون کدام پیسه بدون کدام چیز برای شما انجام میدم. شما اگر میخواین اینا رو بشناسین میمانشان کنن دعوتشان کنن بهش پیشنه قصد کنین گپ بزنین ببینید که چقدر اینا هوشیار هستن. ما وقتی که قبلا که اومده بودم ما برای قواعد ال جی بی تی کیو یعنی ام جی تو اصلا کانتاکت نداشتم و من فکر می‌کردم که ساری میگم میذارم فکر می‌کردم که احمق هستن دیوانه هستن تکلیف حسابی دارن و مریض هستن. قسم هم درست شما دور میگم بعد از مرور زمان که حال من خودم دوست من مثلا ایشون هم جنس گرا ولید بنا تا گاو دخترام هستن به خاطر چی چون من مردا صدمه دیدم ریگان تو دختران صدمه دیدم ولی میچه وقت زمین همچنسکرا و تنسال دیدم من صدمه ندیدم. واقعا اینقدر اعتبار برشان دارم که خانه خود تنها برشان میتونم ببارم و ببارم و این میگن پاکی و این میگن اعتبار و این میگن وفاداری. و بسیار خب شکیرا و دیبا شما فعلا در سوشال میدیا آمد این ویدیو جور میکنید، هدف کنن شما چیه؟ هدف شما چیه در سوشال میدیا میرین و ویدیو جور میکنین و چی میخواین؟ زیادش مردم فکر میکنن که مثلا بخاطر پاسپورتی کارا رو شما میکنین یا که مثلا بخاطر سکس میخواین بچه میخواین این کارا رو انترنت میکنین که شما بایفرن پیدا شوه. یک کمک در مورد دی باجان رو معلومات بده. سوال بسیار خوب پرسان کردی. مثل ما من شخصا خودم از این خاطر آمدم که چون جامعه LGBTQ که در افغانستان است بسیار یک جامعه است که به اونا هیچ وقت هیچ کدام پوان مثبت ندادن، همیشه سرکوبشان کردن، همیشه هنوز که هنوز در حکومت فعلی در حکومت طالبانی اینا پنهان هستن، نمیتونن ابراز وجود کنن و من مطمئن هستم که من و آدم های مثل من صدای خاموش اونا هستیم در افغانستان یا شاید در میجه فامیلای افغان هستن که دختر و بچه شان هم جنسگرا هستن یا از جامعه رنگ کمانی به زور میگن باید ازدواج کنید، احساس اونا رو نادیده میگیرن. میدونم که راه بسیار پرخطری را در پیش گرفتم چون جامعه افغانستان یک جامعه کاملا سنتی و مذهبی است و هیچ وقت ای را به ظاهر قبول نمی کنن اگر در وجودشان قبول کنن. من می خواهیم که ای راه را هموار بسازم. هستند افرادی بودند که ای کارا را انجام دادند برای بچه که فکر نکنم اگر آمده باشم شخصا در اروپایی که ما هستیم امکانات زیادتری وجود دارد که من بسیار به سهولت میتونم به پسرها دست پیدا کنم. خیلی جاها و مکانها از خودت هم هستیشه میدانی. بله. از خاطر پاسپورت هم اگه بگی باز هم بسیار کیسای دیگه از که آدم میتونه بته و من قبل مثال 2016 گرفتم. یعنی خود شکیلا جان چی گفته که در موردی؟ وقتی که آدم برای دانیتالیو که من یک همجنس گرا هستم، ترنس هستم، شبول هستم، گیستم، میتونه به زودترین فرصت رو و قبول کنم و با این خاطر نمیدیم که با قبول شدن یا با کدام چیده ما مدیم کسایی که با مثل ما هست در خانه هست نمیتونن در صفحه اینترنت بیایه ما با وا روی همیتیم که اوام باید خدا افشا کنن، باید خدا بگوین، نباید همیشه وقت ظلم ببینن، همیشه وقت نباید از طریق فامیل از طریق مردم بیگانه نباید ظلم ببینن، باید با مردم خدا بگوین که ما هستیم قبول کنن، باید مردم ما رو قبول کنن که این طبقه هم از باید قبول کنن. یعنی که این طبقه فرق از انسان‌های دیگر نداره. این طبقه فرق نداره. نجیب جان قنی فرق نداره. خودت هم یک انسان هستیم، ما یک انسان هستیم، دیبا جان هم یک انسان هستیم، همه ما یک انسان هستیم، یکی هستیم. بسیار خوب. و یعنی بخاطر بچه بخاطر بچه نه نجیب جان قنی بخاطر بچه ها نبودن آدم میتونه بچه ها از هر طریق نه یک طریق دیگه پیدا کنه یا چیزم بخاطر بچه پیدا کنن هیچ وقت آدم نمیتونه در سوشال میدیا یا در صفحه دیسکو ها هست، اینجا پارتی ها هست که میتونه آدم پیدا کنن، سایت های مختلف هست،
دیسکو هست، شیشه بار هست و دیسکو هست که به خود ترنس هست، به لیزبیان هست، با آدم هر کس میتونه برم میتونه آدم ازش پیدا کنه. یا yeah, راست میگن. یا yeah, و این سوال جالب اینجاست که این سوال از ما زیادتر میشه. این چیز زیادتر گفته میشه در ویدیو ما. نجیب خود به خاطر پاسپورتی کار میکنی. جانو و ما سال 2012 در جرمنی آباد بود. تقریبا 9 سال میشه و ما سال 2019 و 2019 پاسپورت آلمانی ما گرفتم. این مطلب میشه سه وقت که ما آماد در جرمنی یک سال بعد ما قبولی ما اینجا گرفتم. و بعد از دو مدرسه من مکتب خوندم، بعد دولت حال دولت نومیدم اما پاسپورت آلمانی گرفتم. یعنی شما چطور فکر میکنم وقت دادم دیتن به ویدیو جو کنم باز پولیس آلمان به تو پاسپورت میده؟ یعنی بسیار جالب است. اگر غمی هست خب در اینترنت چطور میتونه که دولت بگید سلام بیان 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 شما در اینترنت کار کرده بیان شما پاسپورت بدون تو نمیشه جانو وای که مکه یونه یکان تا I don't know عقل چرا کار نمیده رشخن میزنن یا که نمیفهمن زندگی چی هست نمیفهمن اروپا چی رقمی هست یا که آمدن لندن پیدا کنن بچه پیدا کنن جانوا اینجا اینقدر دیسکو اینقدر پارتی در اینجا هست بیخی پارتی دیسکو نیه امیرا میخواد اینا آرایش کنن دسته های سک بودن اینقدر بچه ها دارشن جمع میشه که چی بگن باز کدوم بچه ها کدوم نمیبینی که در اینترنت ببینن کدوم بچه های نمیبینی که پیدا شوا و بی امریز نجور شوا واو شکیلو چون خود ارمون میخونی نی؟ یا نجیب جان خان من مدت 10 سال از هورمون میگیرم پیش از اینکه هورمون استفاده کنم یا دوا یا کسی که میخواد تغییر جنسیت بده باید پیش از اون 10 سال یا مدت 1.5 سال پیش روانشناس بره و روانشناس معاینه میکنه باید هفته یک بار یا دو بار پیش روانشناس بره باید روانشناس اون رو تایید میکنه که باز تو شفاخانه میری به دولت میری باز وقت تاییدی ببینن باز میتونن برای تو قرض بده دوا بده یا ما مدت نجیب جان خان مدت 1.5 سال از دوا میخوانم هورمون میگیرم فعلا هم باید بگیرم تا که زنده است من دوا رو بگیرم واو تقریبا روز چند تا تابلت یا مدیکامنت میخوری نجیب جان خان من در روز یک دانه تابلت میگیرم در روز یک دانه تابلت میگیرم روز یک بار هم باید جیل است که استفاده میشه باید تو جیل هم استفاده کنم واو جانوها میفهم که شما زیاد درد کشیدین غم کشیدین من میفهم که شما زیاد بدبختی دارید من میفهم که جامعه با شما بسیار بیوفایی کردم ولی اما ایش شاید داخل یک بوکس کرده باشیم و اون بوکس داخل قلب خود من میفهم جمع کردن و اون بوکس رو خلف کردن من میخوام اون بوکس رو باید واک کنم و میخوام بیم داخل اون بوکس چی هستم فکر کنید که تمام این کسی که با شما ظلم کردن تمامشان اما روبروی شما شیشته سیل میکنه شما فامیل شما هستن چی گفتنی دارین برش؟ امروز همون بکس رو واقع کنین و همه گفت در دل شما هسته برش کنین دیبا میتونم اینالی در چمای همه چشم به چشم نگاه کنم و شان بگم که من قوی تر از قبل روبروی تان نشستم و با تمام رنج و دردهایی که به من دادیم با تمام تفاوتهایی که برای من قائل شدیم تمام کلمات بدی که به من به کار بردین من مثل شما یک انسان بودم گوش داشتم خون داشتم پوست داشتم تفاوت من فقط به گرایش جنسیم بود هیچ وقت مرا ندیدین همیشه پس دادین هر کار که کردم مرا قبول نکردین حق به من ندادین و او دوران گذشت تیر شد اما وقتی که تنها میشم در خانه میگم که حتی دیگه مملکتایی که قانون به ما حق میده باز هم ما تناستیم میفهم که چرا مردم جهان به این باور نرسیدن که ما مثل بقیه حق حیات داریم ما را خدا سرمون کنم تا پنمانده که شما از بقیه انسان و خلق ما جدا هستیم اما این زندگی را قدرتمندتر از هر وقت ما به پیش میبرم و رسالتم ایست که به تمام جهان خصوصا افغانستان بتانم یک قانونی را به زودی بیارم که همه بتانن از برابری و رفاه زندگی کنن و زندگی را به پیش ببرن و شکیلا خودت چی گفتنی داری؟ نجیب جانقند یک لحظه صبر کنیم یا نجیب جانقند چید که سرمه تیر شدن من نمیخوایم سر هیچ انسان سر هیچ موجود خودم در افغانستان تیر شود ظلم دیدیم جنگ دیدیم لرد دیدیم بندی شدیم چی کار که واقع ما بود نکردن خیلی از ما هم یک انسان بودیم او هم یک انسان بود در کشورهای خارج و یک حیوان اعتراف میکنن اما در کشور ما و
یک انسانی که یکم رفتارش خوب نمی باشه با رفتارش با دیگر نفرات فرق داره، با او توهین میکنن، یعنی میگم با مثل خودم، یعنی ترنس باشن، شوول باشن، گی باشن، همیشه وقت افغانستان درد میبینن. چرا؟ گلون عزیزم، دختر قندل شیرین عزیزم، این یک گفتنی آخرم به مردم افغانستان و هموطنان، وقت کسی که اگر ما را در این چیره در این یالت قبول ندارن، از خداوند جلال جلاله تقاضا دارم که به خونام امت یک فرزند یا دختر یا پسر بتن که از خون دل ما، از چیز دل ما بچشن. میفهم جیگه که میفهم جایی موقع با شما بسیار بیافایی کرده، بسیار بدلیه کرده، میفهم واقعا نگه پرواز گفتی که در آلمان، در جرمه، در اروپا به ایوانات احترام میمانن و در افغانستان، در افغانستان، در کشور ما، در انسان ها اینا احترام میمانن. این فراموش کردن که از هم اگه چیز اولتر انسانیت بود، باید دین آماد. خب میبخشن دیگه جانبه شما بکمه که واقعا دادم میخواستن که مردم بفهمن و این چیز بفهمن که دل شما چی است و شما چی فکر میکنید. خب ما را که چنج میکنیم، میکنم که خنده کنیم، این برنامه چون مراجی برنامه گیریه نیست، ساری من مشنه کرده میشه و میکنم که خنده میکنیم، چیز میکنم میسنیم. خب شما چون بسیار اکترهای خوب هستین، شکیا جان و دیبا جان، یک تست از شما میگیرم چون دو نفر که مثلا یعنی مثلا یک تست بازیگری که چقدر شما در تست خود بستن. دیبا جان و شکیه جان، شما در جایی که مردم میهن در پسته همه شما خواه میشن مثلا تک تست یک نقش هست جان رو بازیگر ها نقش بازی میکنن دیگه، نه یک نقش بازیگر ها نقش بازی میکنن بچه یک نقش هست، یک نقش هست جان رو خدا کنه شما تو نیستین اگر باشی من میشه اگر باشی چیز بده نیست دنیا در میشه قانونی کار میخونه ولی نه، یک نقش هست، یک نقش باشم میدونم که مثلا فکر کنه که شما دو نفر در اونجی دارن کار میکنن و با پیسه مثلا خواه میشین همه مردان و در سکس شام تقریبا خود تقریبا یا باز ما یک مرد هستم و در دکان درون میشم و بعد اندامه شما میبینم، اوکی؟ در تک جا هستن. خب شما دیگه استارت کنیم. اوه وای بیبی، امروز چی کار میکنی جان؟ داینا قیمت تو چند هست؟ 400 هزار یورو. طرف کامت هایی کنید، طرف کامت هایی. قیمت تو چند هست؟ 1,000,000 یورو. قیمت های چند هست؟ قیمت ما 5,000,000. اوکی، چی 5,000,000 چی چیزای برای من میفروشن شما میشه؟ چی چیزای مفروشن؟ من چیزای من شاید تو را از غم دنیا دور کنم. ما میتونیم از غم دنیا کل چیزای از وجود بکشیم. من از پیش زنیم آمادم، در اینجا پیش ما آمادم که با من یک دنیای دیگر نشان بدیم. چیل میخوای نشان بدیم؟ چیل نشان بدیم که پیش زنی من نباشه؟ بسر ببخشید، من به همجنس خودم خیانت نمی کنم، بر پیش همون. عزیزم، از پیش زنت آمده باشی، از پیش شویت آمده باشی. و تا یک چیز دارم که امشب تره در اون دنیا در خواب های روی های کنی برم. او چی هست که پیش زن من نیست و من نشان بده؟ چیز هست که پیسه ندارم، نهی دیگه با من دوستی نکنه، به زن خیانت میکنی. خب شکیلا و دیبا فکر کنن که شما دو نفر خواهرنده هستن و یک رقم لباس پوشیدین، یک رقم میکپ کردن و برابری با هم دیگه میبینن که یک رقم لباس و یک رقم میکپ پوشیدن، با هم دیگه اصولی و بخیلی دارن. اوکی نیست، اوکی یک دوست، یک دوست، یک دوست، یک دوست. سلام خواهر جان، خوب هستی؟ سلام خواهر جان، خوبی؟ الا کالای مردی گرفتی؟ برو خواهر دستر تیر برم پدر مارده بود، بر تو کی آورده این کالا را؟ نه خودم گرفتم، من در اینستاگرام ما نبرفتی دیدی خودم کدام چی داری؟ برو مادر ما بگویم که بر تو چون خریده پدرم؟ الا من سا شفتی پیش مانده بود میره پارسال گرفتم، مانده بود در اینستاگرام و دفته کدام مکان که فیک جون کده یا مده خیر است با من هم میرسی، خیر است که تو همیشه کپی برم میکنی، برو خرید میکنم، ببینی تو بدنام نمان که دو بزنم واو خدا شما تو خورا نکنه. خب جانو باز حالای تیسیز میکنم تیز جواب بدن، اوکی؟ رومانتیک یا کومیدی؟ رومانتیک. کومیدی. سیاه یا سفید؟ سفید. فرق نمیکنه هر رنگ. نه یک من انتخاب کنی هر رنگ برنامه اکسه. نه سیاه یا سفید؟ فکر یه دو لباس نکنه میشه میپوشی؟ سفید. اوکی
یک بچه که سکس پک داره ولی بینی جوجه داره، ولی یک بچه ای که چاق هست ولی بینی کلان داره، کدومش انتخاب میکنی؟ بچه سکس پک، بینی جوجه که داره. بینی جوجه که داره خود؟ بینی مایی مثل اگه سکس پک منظورت از بینی چیست؟ اینو بطه ای هم اگه میفهم بینی یعنی بینی ما بچه ای که مثلا کم اندامش خوب باشه و ریش داشته باشه و را خوش دارم یعنی بینی قواره مردانش برای مهم هست یعنی بینی مت مهم نیستم بینی من نفهمیدم اما نه بینی اوکی خب افریقایی یا چینایی؟ چینایی اصلا نردوشنی باید یکی انتخاب کنی فکر افریقا میری یا چینا میری؟ یا افریقا بگو یا یک چیز دیگه نه افریقا چینا چین چینا اوکی شکیلا فکر کنید دو چیز دارم که به دست یک چیز باید بمانی لپسین هم میمانی یا میکاپ هم میمانی؟ میکاپ تال؟ لپسین هم میمانی؟ خواهد میکاپ میمانی؟ من لپسین لپسین هم میگیری یا میمانی؟ لپسین هم میگیرم و خواهد لپسین هم میگیری یا میمانی؟ گفتم اول لپسین هم میگیرم بینی میکاپ نمیکنم؟ نه آه واو مگه باشم میکاپ هم نمیکنم لپسین میبسین هیچ چرا هم میکاپ هم میکنم من مقبول هستم نیست میکاپ ندارم یه مقبول هست واقعا ممی مقبول هست اوکی دارد با یک لیکم دارد بس یک لیکم خوب مقبول دیبا فکر کنید یک جا هستی که از بین پتلون و تیشرت یکی باید بانی کجا میشم میمانی؟ تیشرت هم میمانی؟ پتلون میمانداری؟ بخواد؟ ما پتلون باید پت باشم پتلون باید بردارم پتلون باید بردارم باید تیجا پت تیجا لچ مگه باشم یعنی یا پتلون میواردارم تو پتلون مهمتر است تو عادت کردیم که پوشانده بشن مهمتر است یا آفرین پتلون مهمتر است پتلون خوب است باید پوشانده شم خب چشم سب یا چشم سیاه؟ چشم سبز سیاه آه واو موی زرد سیاه؟ موی سیاه اوکی آریانا سعید یا قدر نایت؟ آریانا سعید آریانا سعید رو بگوش آریانا سعید آه چه سوال سختی کردی از من گوگوش اوکی آریانا سعید گوگوش یا سیتا قاسمی؟ سیتا قاسمی اوکی سیتا سیتا قاسمی گفتی یا خود گوگوش گفتی خیلی پس گوگوش گفتی نی خب پس اوکی جاوید شریف یا ولی؟ جاوید شریف ولی هنرمند ارزشمند ماست و قدرش دانسته شد تجربه خوب از مردم هراتی دارین یا از کابلی؟ از کابلی کابلی تجربه دارین آه بله خوب کابلی یا پشتون؟ پشتون آی گا لاوه تنک یو مطقا پس دیتا خالی میبینیم همه افغانستان مطقا یک تجربه خوب کردم داشته باشین نه من تجربه هم با ایشان خوب بوده من خوردم که بودم مثلا ما گفتیم افغانا که می آمدن بسیار مثلا خاطرات خوب و خوش از اونا دارم افغانا که خانمان می آمدن دوست ها مثلا نه دین یا فامیل؟ فامیل فامیل بسیار خوب یعنی یک سوال بسیار سخت هستم یعنی من دین و فامیل که انتخاب کنم واحد نجم یا سمیر فیضی؟ سمیر فیضی اوه واحد انتخاب نکرده؟ نه گفت که در ورزش مصروف هست دیگه هیچ سال خوش نداره خب؟ او گفت من دختران دوست ندارم مطلب ایش نیست که شما رو دوست ندارم خب که بچه نیست معلوم نیست چیست خب اوکی فکر که سه نفر هست اشرف غنی دکتر عبدالله و کرزایی حامد کرزایی امریک کنمش آبسه میکنم امریک کنمش دوست پسری میگیرم دکتر عبدالله رو میگیرم اگر بخوایم شوی کنم حامد کرزایی اشرف غنی رو میمانم کدام وقت به پیسه شد و میرم سراغ من اگر آرزی کنم با حامد کرزایی اگر نفری بگیرم با دکتر عبدالله بفتی دیبا جان اگر بعد مشکلات داشتم در باری زندگی باید میتونم از اشرف غنی پرسن کنم اشرف غنی آرزو دارم در افغانستان یک روز برای کنسرت بدن؟ یا 100% کنسرت نکن نرمن نیستم اما من آرزو دارم بینمی جوانی که دارم افغانستان را آبادتر از هر جای و برابرتر از هر جای برابری برای همه مردم که داشته باشد ببینم یا نجیب جان آرزو دارم یک روز در افغانستان برم طبقی خودم که در افغانستان است میخواییم از نزدیک ببینمشان از نزدیک در آغوش خود بگیرمشان که بسیار دردها را دیدن بسیار رنجها را دیدن هنوز هم دیدن میرن اوکی. یک فرق شما و یک فرق خواص خوی خود خوی شما تا خانم چی فرق است؟ تا کی؟ خانم ها از لحاظ روحی عاطفی ما صبورتر هستیم ما مشکلات را راحت تر حل میکنیم تا خانم ها
و اینا میگه ما به خانم اعتماد به خانم ایج ندارم به خانم ما چه اعتماد اعتماد نداری چون تجربه خوبی اصلا ازشون ندارم نه تجربه مادر خود چه خود اجازه تجربه میگی دیو جان که البته خود چه نام بده ویدیو گفتی که خانم ما نمیفهم دشمن خود امجلس کار چه صدا میگم بیت معلومات بدی من زیاد با خانم ها دوستی کردم فرق میکنه در اینجا در قبلا هر جای یک قسم حالتی که سو استفاده از ما بکنند به ظاهر یک فرشته میایند که آها شما این رقم رقم اما در وجودشان چیزی که نشان میده نیست این تجربه شخصی ما است و چند دفعه ایگه پا گفته بودی که مثلا خانم ما فکر میکنه که مرداشون رو میگیری یا چی چند چیز باشه یک ویدیو خودم گفته بودی در تیک تاک مدیده بودم که در کامنت ها منفی هم برای خواهی تامات دامل چی؟ یا خواه شاید احساس هم میکنن میگن شاید اینا مثلا چون دختر نشدن چون خدا اینا خدا دختر خلق نکده شاید بخوان که به ما بخیلیشان بیاید ولی خب بیدنج گناه شما دید وقت مرد طرف شما میاد اینج گناه شما دیگه چی هست شما خب مردار تاویل جادو نمی که مرد طرف شما میاد اینو مرد که به شما ازداد یه دیگه هر کس به زندگیش یک سر حدی داره یک تابوهایی داره و تو هم نیست که حالا ما با هر زن دوست شدیم بخواییم شویشه بگیریم یا چی نیم تو نیست در مثلا می نیست اگر مردای تو را پیش شما میاد مثلا گناه شما نیست گناه مردا از مردا که با محبت دو این قبیلی بود طرف شما نمی آمد اینو شکر چه فکر بگیر کنید من به این فکر هستم که زنها و مردها آزاد و فریده شدن باید آزاد باشن وقتی که مرد طرف کسی دیگه میره پس رابطه خود ختم کنین تمام کنین و بار که مرد دارای خود بریه زن دارای خود بریه چی یکی دیگر رو محکم گرفتین که تو این کار نکو کار نکو با شوهر میره پاک بود کار میکنه زن میره پاک بود کار میکنه چرا با هم دیگه نمیشین قصه نمیکنین گپ نمیزنن یک رابطه باز با هم نمیگیرین که مرد بریه کار خود بکنه زن کار خود بکنه با هم بیه قصه کنین گپ بزنین و چون دیگه طرف مردا دیگه هر کار کردن پیش پرده پاک کردن و بدنش عذاب وجدان داشتن پاک چرا باید میکنی خب یه خود گپ نمیدونی مشکل چیست نجیب جان مشکل از این است که در جوامع فعلی به خاطر نمی سوشال میدیا و از قدیم آل بیشتر مردم زیاد چند روی شدن و مردم خود حقیقشان نیستن میدونی زیاد همگی به خاطر جامعه دیگه زندگی میکنن خب جانو سوال زیاد تا سکپا میاد تا سکپا خیر برنامه دو مینا دوباره میخوام گپ میزنم سوال خود دل کامنت ها میتونه نوشته کنین از سوال که دارین و اینا با هم هستیم جای نمیرن دیگه واقعا بسیار خوشم تا آخر برنامه با ما بودین و گپ زدین و جانو طرف شما تشکر فالو میکنید یوتیوب چنل ما و واقعا دوست شما دارم و یا از ما یکم که ما روک گپ میزنم تا که بفهمین ولی مطای بعد ندارم اینو خب دیبا جان و شکیلا جان بسیار خوش اومد برای اومد سوالات تو واضح جواب دادن راحت جواب دادن یعنی این قدر سوالا بود که شما به واقع بده کنم فکر جواب دادن لاو یو تشکر بسیار زیاد تشکر از خودت به خیر راهت پر نور آرزو میکنم که همگی ما در وطنمان آزاد برابر زندگی کنیم و به یک شعر از مولانا هست که میگه هر کسی از زن خود شد یار من در درون من نجوست افتار من وقتتان خوش کامیاب باشید ما آرزوی بیشتر از دارم که بیشتر پیشرفت کنی به قله های جهان برسی آرزوی به قله های جهان به قله های جهان خوشبختی ها ما خوشبختی ها جان و پارت دو بخوای بزودی میه ولی 18 پلاس هستم